دوستان سلام، شنبه شب همگی به خیر و شادی. دیروز علی گدا اجرای نمایش جمعه رو سپرد به بوزقلمون عمامدار نظام تا مثل همیشه یه فوتی تو وافور و عظما بکنه و یه سوتی هم تو تیمیریش بزنه. مسئله انرژی هسته‌ای، انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای که حضرت آقا مقام معظم رهبری در دیدار رئیس و متخصصان اون کانون بیاناتی رو ایراد فرمودن که ملت در تمام این مدت منتظر یه همچه صراحتی و شفافیتی در بیان ایشان بود، مسئله انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای برای ما در عرصه های مختلف کارساز است. اینقدر این خامنه تو این مدت قیقاش رفته بود، پرت و پلا گفته بود، آسمون و زمین رو به هم بافته که این جماعت گیج و بیج تو حسرت یه جمله صریح از ولی امر زهر خورده شون موندن. راستی سیدعلی طلسم شکسته چه جمله صریح گفت که ما نفهمیدیم؟ این مذاکرات به هیچ وجه به معنای این نیست که جمهوری اسلامی از حرکت علمی و فناوری هسته‌ای ذره‌ای کوتاه خواهد آمد. این همه شما بدانید و توجه داشته باشید و همه بدونند. اون چه که در زمینه هسته‌ای تا امروز به دست آمده است یک بشارتی است، یک مژده است برای ملت ایران. عجب صراحتی، طرف حرکت علمی رو جای بمب اتم به خرج نوچه‌هاش داده، بعد اینا اسمشو گذاشتن صراحت. حالا تازه کدوم حرکت علمی، کدوم مژده، کدوم بشارت؟ عجب بدبختی ها. بوزقلمون تو بگو. بنابراین نه آب سنگین عراق و نه کانون‌های دیگر با فرمان نایب امام زمان به هیچ وجه تعطیل بردار نیست. عجب بشارتی بابا. کدوم آب سنگین، کدوم عراق؟ بیا این حرف یکی از خرمهره‌های ولایت تو خبرگزاری پاسداراست، ببینید چه مژده‌ای میده. پیش از این توافق نامه نظام دارای 19,000 سانتریفوژ بوده و الان تعداد این سانتریفوژ ها به 8-9,000 سانتریفوژ کاهش یافته است. این در حالی است که فعالیت 3/4 فردو و نصف نطنز نیز متوقف شده و باید منتظر تبدیل شدن راکتور عراق به یک مخروبه و یا تغییر کاربری آن نیز باشیم. اینجاست که باید شیخ فری دم بگیره و به میمنت این مژده بگه بادار بادار مبارک، بادار انشالا مبارک، بادار بادار مبارک. اما الان که خوب فکر میکنم میبینم اوزی با همه دو دوز بازیش تو اون روزه هستهیش یه حرف سریع زد. شما یادتونه چی گفت؟ اگر برخی تصور میکنند هزینه دستاوردهای هسته‌ای تحریم‌ها و فشارها بوده است، باید گفت قبل از بهانه هسته‌ای نیز تحریم و فشار بر ضد ایران وجود داشته است. بله، این یکی خیلی صریح بود چون انگوش گذاشت رو شکاف هسته‌ای. هم حالا ببینیم صدیقی دائم العبقره همین جمله سیدعلی رو چطوری واسه بسیجی ها تفسیر میکنه. نکته بعدی این است که فکر نکنیم مسئله هسته‌ای موجب تحریم بود، فتنه موجب تحریم بود. حاجی لشلک چپکی گفتی، فتنه موجب تحریم نیست، تحریم موجب فتنه است. یعنی وقتی تحریم گلوی عظما رو حسابی فشار بده اون وقت اوضاع کشمشی میشه و انبار باروت فتنه میگه بو. آره، اگه میخوای یه چیزی یاد بسیجیای مخملنگ بدی لااقل درست یادشون بده.
موسیقی.